آثار شکنجه در بدن جوان است که ادعا دارد 5 روز پیش از سوی نیروهای امارت اسلامی در پنجشیر گرفتار و پس از ساعتها شکنجه حال روزش را این گونه ساختند. امام رضا که اکنون توان راه رفتن را ندارد، خواهان تامین عدالت است و تاکید می‌ورزد که او به انجام هیچ جرمی شکنجه شده است. طالبا گرفتندم، بردندم، لات کردند، کوبت کردند، زدند، فهمیدی، بندی کردند، برق دادند، دیگه که به ما توپک بده. من قدر داد و فریاد زدم که من توپک ندارم، از کجا بکنم؟ به شما با گپش نمی بود که داریم به ما بده، نداریم بده. در این میان، در یک ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود، این فرد خودش را مسئول استخبارات در پنجشیر معرفی می کند و می گوید که نیروهای امارت اسلامی شماری از غیر نظامیان در این ولایت را شکنجه و حتی به گلوله بستند. ما مردم از تو پایین می کنیم، یک کس دیگه پیدا می شه کوره می برم می کشش در جا. دیگه روزو می هم اگه خط بده کال جنازه من نمی مانم دفن. ما به می قوم حالا چی جواب بده؟ ما ایران مانم. اما وزارت امور داخله میگوید که تا هنوز به گونه دقیق روشن نیست که این فرد مسئول استخبارات در پنجشیر است یا نه و آنان در این باره بررسی میکنند. رئیس مطبوعات وزارت امور داخله میافزاید که ادعاها درباره شکنجه و برگبار بستن غیر نظامیان در پنجشیر بررسی خواهند شد. اسلامی امارت لروری چاته اجازه نور کول کیږي چې څوک شکنجه کی یا دعافی نورسته څوک چاته zarar ورسوي. دا د اسلامي امارت پالیسی ده. په ځینو ځایونو کې که جزئي پیښې کیږي هغې مخه نیول کیږي، کوشش کیږي چې مخه یې ونیول شي. از سوی هم نیروهای جبهه مقاومت با نشر یک ویدیوی تازه از حضورشان در بخشهایی از پنجشیر خبر دادند.